امروز در بخش حال شما در رابطه با این صحبت داریم که بهترین زمان غذا خوردن برای هر وعده چه زمانی هست. بدون شک ما سه وعده اصلی داریم که صبحانه، نان چاشت و نان شب هست، اما گاهی اوقات این زمان ها به طور نادرست تنظیم میشه و یا ای که یک وعده یا دو وعده غذایی از بین میره و افراد ترجیح میتن که غذای کمتر استفاده کنن با باور خودشان که ما این قسم میتونیم که تناسب اندام داشته باشیم و به با وزن ایدئال خود برسیم. امروز میخوایم صحبت های دکتر همایون لودی بشنویم در این رابطه، متخصص تغذیه. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح شما و تمام بینندگان برنامه تغذیه که برای صحت و انکشاف است خوش آمدید میگم و خدا کنه که همه همتون خوش باشن. مثل که متخصصین تغذیه میخواین که مردم نه تنها صحتمند باشند بلکه در پالوی صحتمندی خوش و سرحال باشند. بسیار خوش آمدین. امیدوار هستم که روز با یک صبحانه خوب آغاز کرده باشیم تا فکرای ما هم آرام باشه و از الزامی بودن به این صحبت بکنین. جناب دکتر صاحب، آیا سه وعده غذایی الزامی و ضروری هست که باید ما بخوریم؟ ما به خاطر این موضوع اما تعریف و وظیفه غذا بلد. میگم میشه که باز ما شما سرمو بحث کنیم. غذا میگن تمام مواد جامد و مایع که از طریق دان گرفته میشن و به خاطر دو موضوع، رفع گرسنگی یک و تأمین تمام نیازمندی های بدن برای سه کار. اول انرژی برای حرکت، دیدن، شنیدن، یاد گرفتن، تصمیم گرفتن و تمام حالات زندگی ما که بر خاطر او انرژی ضرورت است، مثل که موتور به تیل ضرورت است. عین انسان به هر حرکت، به هر فعالیت، چی ذهنی باشن چی فیزیکی باشن، به انرژی اولین کار می غذایی که میکنن انرژی را تهیه کنند. دومین کار ترمیم، تعمیر و ساختار بدن و حجرات و انساج است. هر هفته اگر متوجه باشین این حجرات با اجسام مختلف میخورن و این تخریب میشن جلد، این هر هفته ترمیم میشن. همچنان داخل بدن ما امی خونه هر دو سی ماه بعد که از سر جور میشه، با این همه ما با غذا ضرورت داریم. اما ویتامین سی آیا ما میتونیم تا دو ساعت نگاهش کنیم؟ نه، از دو الی سه ساعت اضافه تر نمیشه. اهن و مواد مختلف غذایی است. ایجاست که ما نه تنها طرفدار سی و غذا هستم بلکه حداقل هر سی ساعت بعد باید یک غذای مناسب گرفته شود. یعنی اگر هم وعده های اصلی و هم میان وعده ها بسیار مهم. همین بسیار خوب است که ما هم وعده های اصلی را در نظر بگیریم. اصلی باید اصلی باشند، نه که وعده های اصلی ما با چای آوی هم بگویم، آوی تند و گرم و بیفایده و غذای نانم 12 ساعت قبل پخته شده و کجا نگاه شدن امون نان خشک با یک آوی گرم بخوریم، بیچاره میدی ما حق مظاهره برش ندادیم، خدا میفهمی که چق مظاهره میکرد. خب همطور که بارها ما شنیدیم میگن که صبحانه به مهمترین وعده غذایی هست و این وعده غذایی را حتما باید شما بخورین صبحانه را. کدام زمان، یعنی ساعتی که مناسب است برای خوردن صبحانه؟ به خاطر از اینکه زمان بیدار شدن افراد مختلف متفاوت است، یکی 9 صبح میخیزه، یکی 10 صبح، البته او کسایی که وظیفه و کار مشخصی شاید نداشته باشند، اما بازم بهترین زمان از نظر شما کدام ساعت است برای خوردن صبحانه؟ حقیقت زندگی باید منظم باشن. اگر زندگی منظم نبود، نه صحت است و نه خوشی و نه دیگه کدام دستاوردهای کلان. این هر چیزی که میاین تصادفی میاین. اولین کاری باشن وقتی که یک نفر از خواب میخیزن، بهتر است که حداقل 1 الی 2 ساعت تا غذا خوردن وقت داشته باشن، غذای اصلی. اما یک شخص وقتا فکر کنید که امروز 6 بجه خواب خیز رفت نماز خواند، چون 6 و 10 وقت جماعت است، میرن نماز میخوانن، بعد از او 1 گیلاس شیر بگیرن تا جای او بگیره و هم اولین غذای شخص باشن تا
مواد میدهش به فعالیت بیاین و مواد نرم برسن و بدن ویلکم بگوین به می غذای خوبتر. بعد از این میرن ورزش میکنن تا 7:30 بجا 1:30 ساعت میشن. بهترین وقت است که ما بعد از او غذای را بگیریم که حداقل 4 اجزای غذایی باید داشته باشن. اما 4 مواد غذایی چیست؟ اولین غذا پروتین باب باشن. پروتین چی؟ گوشت اولین پروتین است، بهترین پروتین است که هم بدن را تعمیر میکنه، ترمیم میکنه. و شما متوجه باشین بهترین منبع آهن است. بعضی ها میگن که در آغاز صبح خوردن گوشت شاید برای معده کمی سنگین تمام شود و معده نتونه این را درست هضم کنه. نظرتون؟ تحقیقات ثابت کردن بهترین وقت برای گرفتن گوشت و نخود و لوبیا بعد از ورزش است، بعد از حرکت کردن است. اگر یک شخص 1.5 ساعت 2 ساعت ورزش کنن یا حرکت کنن و بعد از او گوشت بگیرن، به این معنا هم جذبش سریع میشه، هم خلایی که در ظرف 12 ساعت شب واقع شده او را به طریق درست پر کرده میتونه، و هم 6 ساعت بعدی که روز آغاز میشه و شخص هم اشتهایش، هم حرکات بدنش و هم دیگه فعالیتش قوی تر میسازن، او را جور میکنن. حالی میایم سر همی چارب که کسی فکر نکنه که او روز یک از همکارای ما شما تلی زنگ زد گفت که ما پول برای گوشت نداریم چی کنیم. حالی سر همون میایم، گوشت اگر نباشد نخود است، ماش است، لوبیا است، تخم است، این همه پروتین دارن. تخم عادت ما ماست. اگر یک نفر میگه که عادت تغییر داده نمیتونیم، برای یک سی ما تخم در سیما هر ما 2 دفعه گوشت و یا نخود و لوبیا را پخته کنند تا خود عادت کنند. یک نوع غذای ما پروتین باب شد که یا گوشت است، لوبیا است، نخود است و یا تخم است. این باید باشد یکی از اینا. دومین کربوهیدرات و موادی که تنها انرژی میتن، او تعمیر میتن، بدن قوی میسازن، حجراتی که تخریب شده ترمیم میسازن. اما دومین انرژی است برنج است، کچالو است و نان است. نان خوش، نان خشک است. اینطور نشه که نان خشک با برنج بخورن و یا نان خشک با کچالو بخورن. بخاطر کچالو و نان خشک هر دو کربوهیدرات است. ام نان همراه تخم یا لوبیا یا گوشت بخورن. این شد دومین عنصر غذایی ما یا اجزای غذایی ما. سومین جزء غذایی ما باید از ویتامین و مینرال باشن. متاسفانه که این بخش کاملا فراموش شده است. سبزیجات و میوه‌جات صبح اکثرا، اما یک سیب امروز یک از همکارای من نوشته کرده بود که من بسیار خوش دارم که صبح یک سیب بخورم. هر کس خوش دارن، اما این تصمیم که بگیرن که صبح هم یک سیب بگیرن با جایی که همو چای تلخ و گرم در سر میده بمبار کنن، اما سیب وطنی را بخورن. و ما خوشبختانه بهترین سیبی همی ولایت وردگ داریم، بهترین سیب هر ولایت خود داریم، از این استفاده کنن. سبزیجات و میوه‌جات 2 الی 3 ساعت میتونن که مواد امره خود در معده باشن و از او استفاده کنن. به طور مثال ما شما ویتامین سی اگر میگیریم، این تنها ویتامین سی خودش ارزشی ندارن که ما بگویم که تنها ویتامین سی، بلکه همین ویتامین سی باعث میشه غذای دیگه که میخوریم او را به احتراق برسانن و بالاخره ما از او انرژی بگیریم. اگر برنج باشن و سرعتش نمانیم و او را پخته نکنیم، قابل خوردن نیست. امی ویتامین سی و غذایی که ما میخوریم کمک میکنن. ایجاست که یک کمی لیمو سرشان اضافه شون. و همچنان دیگه چهارمین نقطه ما که زیادتر است و ما میخوایم که او را کم کنیم، او موادی هستن که مایعات هستن و مایعات زیاد بگیرن، شکر کم بگیرن. اگر چای بگیرن خوب میکنن بگیرن، اما قبلا 3 جزء غذایی را که گرفتیم او را فراموش نکنن. مایعات به او اندازه بگیرن، به اندازه که امو 3 اجزا را گرفتن. اگر ما ببینیم به اندازه 3 یا 4 گلاس مواد مختلف را گرفتن، حداقل 3-4 گلاس مایعات بگیرن، 1 یا 2 گلاس چای بگیرن، 1 یا 2 گلاس آو یا شیر بگیرن. اینجاست که ما میتونیم که روز خود از این غذا شروع کنیم. مشکل کلان ما ایست این غذا را ما شب میخوریم و ما میگیم صبح وقت نداریم. ما بسیار یک طریقی اصلا به اماتنا و بلخص همکارای ما که زیاد وقتتر وظیفه میاین و میگن ما هیچ وقت ندارم، مثل مریم جان خودت یا مایمل جان که وقتتر میاین، شاید شما هم همی به می مشکل رو برو میشین. بهترین رایست که در امی جای محفوظ
کچالو جوش داده باشن، نخود جوش داده باشن و تخم جوش داده، امره شیر. امی عرصه که صبح میان آرام بگیرین در ظرف 5-6 دقیقه بدون آمادگی امور بگیرین تمام موادتان، فقط یک دو پارچه از بادرنگ و بانجان رومی را اگر گرفتین، شما کاملا غذای درست روزتان به او شکل پیش میرن که من متیقن هستم که هیچ کس از برنامه شما مثل امروز باز خسته نمیشن. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب، بسیار خوش آمدین. ما لحظات خوش برتان آرزو میکنیم. وقفه میگیریم، پس از وقفه هم دوباره برمیگردیم.